و اما به مناسبت دومین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، مراسمی در پارلمان بریتانیا برگزار شد که به یاد مهسا امینی و حمایت از فعالان حقوق بشر در ایران اختصاص داشت. این رویداد با هدف یادآوری مبارزات زنان ایرانی به نمایندگان جدید پارلمان برگزار شد و چهره‌های برجسته همچون سارا اولنی و بارونز هلنا کندی در آن حضور داشتند. نگین شیرآقایی، بنیانگذار شبکه آزادی، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که جنبش زنان ایران همچنان زنده است و نباید اجازه داد تا صدای مبارزان تحت سرکوب خاموش شود. او همچنین به اهمیت توجه به قانون به حقوق زنان و حقوق بشر در منطقه اشاره کرد که میشنویم. And obviously world events have crowded in on that conversation, making it harder and harder. ما در آزادی نتورک امسال هم مراسمی در پارلمان بریتانیا برگزار کردیم که در واقع سالگرد مرگ ژینا مهسا امینی هست و خواستیم که به نمایندگان جدید پارلمان بریتانیا یادآوری کنیم که جنبش زن زندگی آزادی در ایران همچنان زنده است، هرچند سرکوب شدیدی در ایران در جریان است و نباید بگذاریم که صدای فعالان حقوق بشر در داخل ایران خاموش بشه و شنیده نشه. نباید بگذاریم که تنش بزرگی که در منطقه در جریانه باعث بشه که فراموش کنیم حقوق بشر هر لحظه چه در ایران و چه در فلسطین و اسرائیل داره زیر پا گذاشته میشه. ما امروز یک روز بعد از سالگرد حمله حماس به اسرائیل هست، حمله خونینی که در اون یکی از ابزارهایی که حماس استفاده کرد برای سرکوب تجاوز به زنان بود. ما معتقدیم به غیر از اینکه بگیم ما طرف در اسرائیل هستیم یا فلسطین یا جمهوری اسلامی، میشه راه سومی رو پیدا کرد، میشه از حقوق زنان حرف زد، میشه حقوق بشر رو خط اصلی کارهامون قرار بدیم. و این تقاضای ما از دولت بریتانیا و نمایندگان پارلمان بریتانیا بود و به نظر میاد که خیلی هم با استقبال مواجه شد. در این مراسم به غیر از ایرانی ها، افراد تاثیرگذار جامعه بریتانیایی حضور داشتن، همینطور افرادی از گروه های سعودی که به خاطر نقض حقوق بشر در عربستان سعودی نمیتونن در کشور خودشون زندگی کنن یا در چین نمیتونن زندگی کنن. همه این گروه ها اینجا حضور داشتن که حمایت خودشون رو از زنان ایرانی و جنبش زن زندگی آزادی نشون بدن و نشون بدن که ما درد مشترک داریم و در کنار هم میستیم.